درنلودونکو دا چې د اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت تازه پلی شوی دی، په دې منځ کې به خلک د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې استئ په افغانستان کې بانکي خدمتونه تړلی دي، خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي، د سرای شاهزاده هم تړلی دی. په دې منځ کې د سویل کې چې افغانستان د اقتصادي کړکیچ په لور باندې روان دی، خلک وایي چې د پیسو نشتون له کبله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. موږ سره بیا په دې منځ کې بیا خصوصي سکتور هم وایي چې ژر تر ژره باید طالبان له دوی سره همکاري وکړي. عبدالنصیر رشته د افغانستان د اوسپنې ټولنې اجرایي مشر موږ سره خبرونه کې میلمه دی، دغه موضوع به له ده سره وڅېړو. رښتیا صاحب، باس ته ښه راغلاست. یو لور ته خو خلک د پیسو نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ویل کېږي چې افغانستان هم د اقتصادي کړکیچ په مخ باندې روان دی. طالبان اوس مهال باید څه وکړي بالاخره چې خلکو ته دغه خدمات وړاندې کړي او بالاخره دا د پیسو راکړه ورکړه بېرته خدمات یې وړاندې شي او شروع شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تحول بزرگی که در افغانستان صورت گرفت و اصلا توقع هم نمیره که به یک بارگی رژیم تغییر بکنه و هر دو طرف هم آمادگی خود نداشتن و هیچ نوع برنامه فلان وجود نداشت. از زمانی که تحریک طالبا داخل افغانستان میشه، متاسفانه تمام برنامه های اقتصادی، مراکز اقتصادی از جمله بانک ها و تأسیسات تولیدی همه یک بارگی متوقف میشه، که باعث ازی میشه که در بازار بی‌نظمی ایجاد شود و روند داد و ستد، واردات و صادرات، تولید و دیگر فعالیت های اقتصادی متوقف شود. البته این یک چیزی بود که اصلا کس توقعش نداشت و متاسفانه که مردم با یک مشکلات خیلی جدی مواجه شدند و از طرف دیگه کشورهای بزرگ مانند امریکا و دیگر کشورها دارن آیست آیسته شرایط را زیف می سازند و شما شاید هستین که بیشتر از میلیون ها دلار افغانستان در بیرون از کشور اینا راکت و یا فریز شدن. این خود تانیست یک مقدار زیاد مشکلات را در مارکت افغانستان ایجاد بکنه و امروز که شما شاید هستین پول به خاطر مسائل روزمره خود نداره، چون بانک ها و نهادهای اقتصادی همه مسدود هستند و مردم دچار مشکلات خیلی جدی هستند و یک نوع بی‌نظمی و اختلال در مارکت ایجاد شده و با خاطر نبود پول و بسته بودن مراکز داد و ستد و تجارتی، خصوصا سرای شاهزاده که بزرگترین مارکت تبادل اسعار و معاملات پولی است و این شکل در افغانستان، بانک هم به زیرا مسدود هستند و توان خرید مردم واقعا پایین آمده و یک مشکل دچار شدن. خب یک موضوعی بود که صورت گرفت و هیچ کس هم پیش بینی نمیکرد. حالا مشکل اساسی است که تحریک اسلامی طالبان چی باید بکنه که و این مشکل ایجاد شود. بعد از سپری شدن یک هفته خود بکنه که اکثر بنادر افغانستان آزاد شد و روند داد ستد دوباره جریان پیدا کرد و خوشبختانه از این آدرس حکومت خیلی پول زیاد را هم بابت جمع‌آوری مالیات اینا را جمع‌آوری کردن و حال وقتش است که اینمی پولا باید از به بانک انتقال پیدا بکنه و فعالیت بانک ها و مراکز تجارتی اثر گرفته شود. چون وضعیت با گذشت یک هفته داره آیسا به طرف عادی شدن میره و گپ خیلی مهم و جدی که اوست فکر که رشتی هستیب در وضعیت به تر کم پور دوام کهی؟ من فکر میکنم که وضعیت با گذشت هر روز داره عادی شده میره، چون چیز رو که من میخواست و میگفتم بحث مسئولیت و امنیت بود که فعلا با گذشت 8 روز که ما تا ایدم رسیدیم به مردم یه احساس پیدا شد که حالا در افغانستان به خاطر جلب سرمایه گذاری ها و به خاطر آغاز فعالیت های اقتصادی که دو رکن اساسی که به اون نیاز بود، بس مسئولیت مالی و جونی، که این خود بختاره فعلا در افغانستان وجود داره، کسی با کسی کار نداره، جان و مال
سرمایه گذار، تجار و هر آن کسی که به یک نوع دخیل در فعالیت اقتصادی است او تضمین شده. این باعث یک روزنه امید به مردم است و انشالله که به زودی روند عادی میشه. و گپی که من میخواستم بگم این است که حکومت هر چه زودتر منابع اقتصادی را باز بکنه و قسمی که اکثریت اقتصاددانان در این اواخر تبصره کردن که بانک مرکزی توسط یک شورا باید اداره شود و در اونجا فیصله بکنند که به چی مقدار و به چی اندازه پول میدارند اینا به دسترس مشتریشان قرار بده. و خوشبختانه که بنادر هم قسمی که بیشتر یادآوری کردم این بنادر هم در این چند روز فعالیت خود آغاز کردن، شروع کردن، روند دادستان آغاز شده و یک مقدار پول انگفتی هم بابت پرداخت مالیات از این بنادر حکومت جمع‌آوری کرده. بله تاسو مهم موارد ته اشاره وکړله چې د یو سیاسي هوکړې نه وړاندې یعنی مخکې او یا دا چې په افغانستان کې افغانستان ولسمشر ونه لري او ولسمشر یې اعلان شوی نه وي هغه که په هر ډول باندې هر ډول سیاسي معامله وي تر هغې مخکې به نړیوال د افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه آیا دیو تر هغه چې پر رسمیت افغانستان نه پیژندل شوی نوی حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی دا وضعیت به عادي حالت ته راوګرځي خصوصا دا د افغانستان بانک موضوع ده تر هغه چې دا بانک دې بانک سره هغه کنګل شوي پیسې بیرته ورته ورکړل شوي نه وي مرستې ورسره ونه شي د خصوصي بانکونه هم نه شي کولی چې فعالیت وکړي بدون شک ببینید اونا هم پیشرفت‌های خود به خاطر مشروعیت بخشیدن به حکومت جدید و همکاری هایشان اونا رو مشروط ساختن که همون بحث حقوق بشری است که اینا باید مراد بکنن و آزادی بیان دموکراسی این چیزایی هستن که جهان توقع داره که باید از حکومت جدید اینا را باید تعقیب بکنه و مراد بکنه بعد از او اینا باز تصمیم خواهد گرفتن که به رسمیت بشناسن و یا نشناسن اما بس اساسی اینجا تا زمانی که ما میریم به طرف یک تفاهم سیاسی و میریم به طرف ساختن مشارکت ملی از خیلی زمانگیر خواهد باشه و یک مقدار وقت را خواهد بگیره اما در مرحله اول که فعلا نیاز است که چی کار باید صورت بگیره ببینین اقتصاد افغانستان که وابسته کمک های جامعه جهانی بود و به میشه اقتصاد افغانستان وابسته به واداد است اینمی بس خیلی جدی است که یگانه مجرا و چشمه عوایداتی حکومت هم از مجرای مجرای گمرکات است زمانی که گمرکات کاربارشان آغاز کردن زمانی که گمرکات در گمرکات داد صورت گرفتن یک مقدار پول هنگفت فانوس هم جمع‌آوری شده اینی پول هم میتونند که به بانک مرکزی انتقال بدن و بانک ها فعالیتشان دوباره آغاز بکنه و سرای شاهزاده دوباره فعالیتش آغاز بکنه چون به خاطر از اینکه تا زمانی که اینمی به نادای اقتصادی باز نشه من فکر نمی کنم که مشکل ما حل شوه و خوشبختانه که حکومت جدید تمام تعهدات را که جامعه جهانی پیشکش کرده بودن تا می لحظه را خوشبختانه که داره تطبیق میشه چون اینجا وضعیت جنگی ختم شد و افغانستان شما میفهمید که بیشتر از 70% سرمایه گذاری بالای سکتور امنیتی داشت و بیشترین هزینه های حکومت هم به خاطر تامین امنیت پرداخته میشد این یک گپ مثبت است که خوشبختانه فعلا دو هزینه ها در جنگ مصرف نمیشه و خوبتر این خواد باشه که ما اینمی پول فعلا در بخش های دیگه در سکتور های دیگه ایده و مصرف برسانیم تا که وضعیت از این حالت برای دسته بل که ایش داده ایتیم خدمات بانکونو ده ایتیم خدمات پل کردی تقریبا بله فعلا یکی از بانک های خصوصی خدمات ایتیم خود را فعال کرده و یک مقدار پول معین را هموطنهای ما به خاطر مبوب حل مشکلات روزمریشان میتون از او برداشت بکنن اما این کارساز نیست حکومت بیشتر تلاش بکنه تا جامعه جهانی را قناعت بده و سرعت بده و پروسه سیاسی که هر چیز زودتر ما بریم به طرف یک تفاهم سیاسی در قناعت در خبر نمخ که رشتی هستم اړین ده چه پیسی خوب بانکونو کشته ده او خپل ده سرای شهزاده کار
چې د پیسو تبادله او راکړه ورکړه د نور ملکونو دغه خدمات خو د په سر کې پیل کې تر څو هغه خلک هغه لومړني خدمات ته لاره پیدا کړي، بیا دا چې په رسمیت پیژني او نړیوال ور سره مرسته کوي نه کوي، اوسنی حکومت سره هغه بېله موضوع ده او راتلونکي موضوع ده، خو په سر کې ډېره اړینه چې ده د خلکو دپاره همدا دی چې حداقل دغه راکړه ورکړه باید پلی شي او ژر تر ژره باید کارمند شروع وکړي. بدون شک دیگه جای شک نیست که سکتور خصوصی یکی از پارتنرها و یا شریک استراتژیک حکومت می باشه، اما مشکل کلان این است که تمام بانک‌های خصوصی و نهادهای اقتصادی منتظر از این هستند که هر از گاهی که در افغانستان بانک عملا کار آغاز بکنند، بانک‌های خصوصی و دیگر نهادهای تلفن نیست که چقدر سپرده های مردم در افغانستان بانک وجود داره، آیا پولی که در افغانستان بانک وجود داره در جایش هست یعنی دستورد به این برده نشده و چی مقدار پول وجود داره. هر زمان که سیستم اصلی آغاز و کار بکنه سیستم های فرعی به شکل اتوماتیک کار خود آغاز میکنه. خب حالا اینجا نیاز است که قسمی که دولت هم وعده کرده که به زودی یعنی تا روز سه شنبه آینده را بانک ها به کار فعالیتشان آغاز میکنه، وزارت مالیه هم اعلام کردن که روند دادرسی در بنادر آغاز شده و از طرف دیگه به این حاضر به شدن که معاشات مامورین هم بپردازه. خب اینجا نیاز است که یک شورای از تمام بانک های خصوصی ساخته شوه و تا زمانی که ما بریم به طرف اصل موضوع این بانک مرکزی توسط یک شورا که متشکل از تمام نهادهای اقتصادی باشه ای اداره شود و مشکل مردم به زودی حل شود. اگر این مشکل به می شکل ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم که ما به یک طرف یک بحران اقتصادی خواهد رفتیم و به مشکلات خیلی زیاد خواهد شد و خلقم همکاری کولی شی رشتی هست. خب مردم فعلا خب چیز کار کرده نمیتونن به دلیل ازی که یک بس بسیار کلان پیچیده سیاسی است. اگر خدای نخواسته ما نریم به طرف یک تفاهم سیاسی و از طرف دیگه تحریمات اقتصادی هم وضع شده و پولهایی که مربوط افغانستان و مردم افغانستان از بیرون از کشور فریز بانه با دیگر اواید هم حکومت نداره که بتونه از اون طریق خود تمویل بکنه، از طرف دیگه فابریکات داخلی ما که ما مالیه میپردازیم ما هم با کمبود مواد خام مواجه خواهد شده به دلیل ازی که مواد خام مهم است اکثرا از بیرون از کشور وارد میشه و از طرف دیگه اگر خدا نفسه این وضعیت بیشتر دوام بکنه ما قادر به پرداخت صرفه برق یا پول برق به کشور همسایه نباشیم و برق بالای ما قطع شوه و فابریکات تولیدی ما هم استاپ شوه و دیگه مسائل دیگه هم رخ بده ما واقعا به یک چالش خیلی جدی مواجه میشیم. اما ما امیدوار هستم و خوشبین هم هستم که به زودترین فرصت تمام سیاسیون کشور و سران تحریک اسلامی طالب ها بیشتر تلاش بکنند و جدیت نشان بدن تا هر چه زودتر ما به یک تفاهم سیاسی برسیم و یک حکومت مشارکتی را حداقل اعلان بکنیم تا ما اینمی مشکلات اقتصادی که پیش آمده ای را حل بکنیم. اگرچه فعلا که ما داریم صحبت میکنیم با گذشته 8 روز فضا کاملا به خاطر فعالیت های اقتصادی شده بود و قسمی که من پیش اشاره کردم اونمون مسئولیت مالی و جانی امروز در افغانستان خوشبختانه که تامین شده، جنگ ختم شده، امنیت سرتاسری در افغانستان حاکم است، کس با کس کار نداره، با خاطر راحت میتونه تجار سرمایه گذار رشته سفر اینجا بیشتر تلاش صورت می گرفت که با سکتور خصوصی با نهادهای اقتصادی اینا مشوره می کردن. هر مقرره هر پالیسی و هر پلانی که داشتن بیشتر تلاش صورت می گرفت که سکتور خصوصی را دخیل بکنه و مشوره سکتور خصوصی را بگیره. حالا هم حکومت جدید نیازمند از این هست خصوصا در قسمت ساختن پلان ها و پالیسی های اقتصادی
شدیدن اینا مشوره بکنه و قسمی که پیشتر من اشاره کردم سکتور خصوصی شریک استراتژیک حکومت است. یه بلا موضوع در بندرنو که فکر کوم یو څو بندرونه خلاص شوي دي او بل دا چې د پاکستان سره پاکستان هم اجازه ورکړې ده چې د تجارتي موټرونه چې دي دوی ته اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته داخل شي. که چیرته دغه بندرونه هم پرانستل شي او یا دا چې په دې وضعیت باندې دوام وکړي، معلومدار خبره ده چې دا د لومړنۍ خوراکي توکو بیې کې هم لوړوالی راغلی دی او دې پسې به لا نور هم لوړ شي که چېرته وضعیت همدغسې دوام وکړي. خب فعلا گپ خوبی است که تمام بنادر باز است، هیچ مشکلی وجود نداره که به خاطر واردات و یا صادرات کالاها در مارکت راحت امن است، بنادر باز است، عملا داد صدود صورت میگیره. دغه بندرونه چې وازی او خپل سرای شاهزاده او د پیسو راکړه ورکړه بندی، بیا دا بد تاثیر یا منفی تاثیر لري په دې باندې چې څنګه د لومړني خوراکي توکي راو پیری تجاران او بیا په خلکو باندې خرڅ کې څه تاثیرات یا مستقیم ارتباطات لري؟ بدون شک ببینید، من این موضوع را میخواستم که خدمت شما برد برستانم. در حالی که بنادر باز است اما قیمت ها داره افزایش پیدا کرده، مشکل کلان همی بسته بودن نهادهای اقتصادی است مثل بانک ها و مراکز دیگه مثل سرای شاهزاده که در اینجا پول ها داد صدود در مراکز صورت میگیره. از زمانی که پول نباشه و قدرت خرید مردم کاهش پیدا بکنه و به خاطر واردات پول نباشه، بدون شک بازار با کمبود عرضه مواجه میشه. زمانی که عرضه کم شد، بدون شک قیمت ها اتومات بلند میره. من بیشتر هم اشاره کردم که حکومت هر چیز زودتر و به خاطر دوباره بازگشایی مراکز اقتصادی تلاش بکنه، از جمله بانک و سرای شاهزاده و بانک های خصوصی، به خاطر اینکه که امروز تجار ما و سرمایه گذار ما نیاز به پول داره تا کالا را از بیرون سفر وارد بکنه و به خاطر خریداری از کالاها به بیرون از کشور انتقال بدن. تا زمانی که این مراکز دوباره فعالیت خود اثر نگیره و به شکل عادی روند صورت نگیره، فکر میکنم با این مشکل مواجه خواهد بودیم. ډېره زیاته مننه ښاغلی. مهم موارد هم اشاره وکړله چې اوس مهال خلک ورسره لاس او ګریوان دي.